خیلی خوب دوستان، وقت رفتنه. آیسور از دستون در نکنه، خانم با دستون در نکنه، متشکرم. اینم رسمی هستش که آقای صادقی میگم پشت سر بدرقه ما بشه، بیمار بدرقه بیزی پشت سر حسابی زحمت داده پید براتون، متشکرم. خدا نگهدار شما، ما در خدا نگهدار. خدا حافظ شما. خب بچه ها، این هم از دلت خواست. بریم پیشیش برزخ راه پیش رومونه. ساعتا 12 بانم شروع شده. استاد طاهری اومدن، گفتن بریم یه سر پیش پیر مردای اینجا. سلام علیکم. سلام. دسته نباشید. سلام پدر جان، خوبی؟ مخلص شما. آقای ظفری، به شهر بزرگ و تاریخی ایزد خواست خوش آمدید. محبت داشت. بیش از 32 کشور جهان را آقای ظفری با چرخش رفت به پیاده روی 32 کشور جهان و تمام ایران. پیاده میرم؟ بله، کلا پیاده میرم. من این سرود رو بخونم. بچه ها بیارم. آقای جنگ بیارم. وقت از اینجا تو بریده خارج بیای چگیری خودم پیاده میرید؟ پیاده روزی 6 فرسخ میرم دیگه، 30 کیلومتر. خب از کجا آوردین این چرخ؟ خریدمش. بچه استان خراسانه، بچه طرف مشهد. بشین که فیلمتون رو بگیره بس. خواست پخش کنه تو دنیا. آقا کار دارم بنده خدا، مزارشون نشه. هیچ کاری از این واجب‌تر نیست. محبت دارین شما. خواهش. مردم بزرگ شهر ایزدخواست مهمان را خیلی دوست دارن. دوست دارین شما. متشکرم. مرسی. بعد از دولت مردا که شهر ایزدخواست از قلم افتاده. بیمه ندارند، کار ندارند، همه هستشون رفته، باقیاتشون از بین رفته، هیچی ندارن. 80 سال این پیران. خب بچه‌ها، به انتهای بولوار رسیدم. یه بولوار حدوداً 2-3 کیلومتری بود از ایزدخواست که میخوره به جاده اصلی و دیگه توکل به خدا بزنیم به جاده، ببینیم که این 5-6 فرسخ رو تا قبل از تاریکی میتونیم تموم کنیم یا نه. از نظر روانشناسی دارم به خودم کار میکنم که عادت کنم آستینام پوشیده باشه. این یکی رو که اصلا حرفش نزنه، یعنی خفتم میگیره، نفسم میگیره، ولی این رو حالا هی روش آب میریزم شاید یه مقداری عادت کنیم. خیلی بعض روزا دیگه هر کی منو میبینه فهم میکنه جزامی ناراحتی پوستی چیزی دارم. توی همین 2-3 کیلومتری که توی این بودم و حتی الان که اول شهرم، تعداد خیلی زیادی ماشینایی رد میشن که پدر شخصی هم و مشخص دولتی هم و بعدی این شهرستانه کوچیکی نستش بچه ها، چون عموماً هیچ اتفاقی نمیافته و همه مردم بومی هستن و عموماً اتفاق خاصی نمیافته، خیلی دنبال این هستن که ببینن یه غریبه‌ای که میاد چیکار میکنه، چیکاره است، از کجا میاد، از کجا میره. و از بعد ورود به شهر تا خروجی بارها رصد میکنن. اینجا فقط یک تابلوی داره که نوشته شهادت از آن مردم خداست، هیچ تابلو دیگه ای نداره و مردم این ایزدخواست هم حق دارن که میگن چرا شهر ما شناخته شده نیستش. من این خاطر که اتوبان از کنار شهر میره، مردم اصلا شهر رو نمیبینن، هیچ تابلوی نیستش که مثلا بیان بگن که یه تابلوی اگر بود میامد میگفتن این ایزدخواست قدیمی ترین قلعه ایران داخلشه، منحصر به فرد ترین قلعه جهان داخلشه. همین باعث میشه که مردم راه رو کج بکنن و بیان اینجا از امکانات اینجا استفاده کنن. واقعا قلعه اینجا توی ایران دنیا تک بچه‌ها. و الان خواهش میکنم توی مسیر اصفهان به شیراز که بیان یک بار به ایزدخواست به قلعه رکب خوردم حسابی. نقشه نگاه کردم، این اول شهری بعد پارک ماننده، همه چی داره غیر از سوپر دستشویی و نمازخونه و اینا داره، اما سوپر نداره و یه سری خریدار رو می‌خواستم از اینجا انجام بدم که دیگه تا 30 کیلومتر روبرو بیابون خاص. واقعا چقدر ناراحت کننده است که دارم از ایزدخواست میرم بیرون
و این ناراحتی بسیار بزرگی توی دلم هستش. ایزد خواستی که خودش میتونه یکی از بزرگترین قطبای گردشگری جهانی بشه، فقط با یک تابلو براسته بیچید ایزد خواست و دیگر هیچ نشون داده شد. واقعا مردم حق دارن که هیچی در مورد ایزد خواست نمیدونن. باد خیلی بچه ها شهید شدن توی که رو پرچم داریم این دقیقه داره روبرو بیاد. اون روبرو یه پلی هست که همون اتوبان جدیدی که بهتون گفتم از اینجا از جاده یک نیم ساعتی بمونم اون زیر ببینم، چک کنم نقشه های هوایی رو ببینم وضعیت باد چجوریه. باد خیلی شدید شده بچه ها متاسفانه باز از روبرو خیلی ارزشون میگیره. طبعا هر 200 قدم باید وایسم یه آبی بخورم و یک نفس بکشم. حیف بیابون خدا این صحنه رو بهتون نشون ندم. یه گله گوسفندی هستش که اونجا داره میچره و جنتلمنش زیر درخت نشسته، جنتل داگش. البته اون پلی که بچه اون روبرو داری میبینین اتوبانی هستش که بهتون گفتم از قبل از ایزد خواست میره سمت شیراز و نزدیک 2-3 ساعت راه رو کوتاه میکنه. یه تابلوی هست به نام شهرک صنعتی ایزد خواست، اما هیچ آبادانی و هیچ سوله‌ای من پایین این خدمت رو عرض کنم توی این شهرک نمیبینم. مسیرم تا شب بیابون خالی هست. خیلی 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 خوشحال میشم اگه بتونم یه دونه درخت پیدا بکنم که زیرش غذایی بخورم یا آبی جوش بیارم، اما مطمئن هستم که ناچار میشم برم زیر یه پلی. بچه اون ماشین هایی که داریم ببینین ماشین هایی هستن که به قول معروف از دوبار جدید دارم یعنی سمت شیراز، یه چیز نزدیک 2 ساعت فاصله رو کمتر بکنه و برم زیر اون پل مدتی بشینم نه وضعیت باد چجوریه. باد خیلی بچه ها شهید شدم توی که رو پرچم داریم این دقیقه داره روبرو بیاد. اون روبرو یه پلی هست که همون اتوبان جدیدی که بهتون گفتم از اینجا از جاده این زیر بچه ها شدت باد وحشت هایی داره، پرچم ها رو کلن میبره و بعدیش بوق راننده هایی هستش که فرکانس بعد اینجا ایجاد میکنه و خیلی آزاردهنده است. برم جلوتر نمیشه اینجا باید این زیرم لعنتی باد ول نمیکنه. خواستم یک مقداری فرهنگ توقف و کمپینگ ما ایرانی ها رو بهتون نشون بدم که هر چیزی که بگین این زیر پیدا میشه. یه مقداری بشیدم ببینم وضعیت چطوره. خیلی سلام، اومدم زیر این پل که وضعیت باد بهتر باشه. پرچم رو داره باد میبره بدتر بوق راننده های با اینکه راه رو بستم بچه ها که کسی هنوز باید اتوبان آماده نشده نشن و اون کنارا هم شمریزی کردن کسی وارد نشه، اما ملت همیشه در صحنه راه فرار زیاد بلده. یه راهی هم اومدن با بیل باز کردن قشنگ خیلی شیک و محترم از اون گوشه رد میشن و وارد اتوبان میشن. برم تو اون ساختمونه یکم پناه بگیرم. بچه ها تقریبا شب نیمه های راه هستش. یه جایی رو میبینم که تعویض روغن و اینا هستش و جلوتر فکر میکنم شاید یه جایی برای غذا خوردن هم باشه. هوا دیگه خیلی داره غیر قابل تحمل میشه بچه ها. فکر کنم بچه ها بتونم اونجا یه چند ساعتی استراحت کنم تا هوا کم بهتر بشه. سلام بچه ها، زورتون بخیر، خسته نباشید. یه روز خیلی گرم و سخت توی یه بیابونی که فقط گرد و خاکه یه سایه پیدا کردم با استادم یک مقداری استراحت کنم و
خوش باهاتون که هندوونه دم دستتون. یه چیزی که حتی 10 دقیقه اینجا نشستم بچه، حالت هوا گرفتم، انقدر پر از مگس و کثیفی. خیلی چجوری زندگی میکنن مردم اینجا؟ یه بوی خیلی خیلی بد فاضلاب از این پشت داره میاد. سریعتر بزن برم زیر یه پل بشینم، از اینجا خیلی بهتره. دوستان عزیز همکنون خر خر داشت خر غلط میزد، مزاحم شدم. یه خر افسار برده معلوم از کجا داره میاد. دارم خود سوپری یا حالا یه جایی برای غذا خوردن پیدا کنم، اما فقط تعویض روغن هست، چی این طرف چی اون طرف، و روبرو هم سروالایی. یه جایی پر از خر خاشاک با عکس مولایی که زیباروی در کنارشه. یه خوشچهره دیگه هم اینجاست که زیر این خوشچهره تمیزترین جا هست. میکنم بشه نشست دیگه سرعت کرد. بچه ها راستشو بخواین زیر این پل رو ترجیح میدم به اون جایی که زیاد تمیز نبود، برم اینجا سرعت کنم بهتره. حالا شد جایی که میشه یک چند ساعتی دو سه ساعتی استراحت کرد. بساط رو اینجا پهن میکنم، ولی باد متاسفانه داره بیاد. یه جایی بعد برای آتیش کردن روشن کردن آتیش پیدا کنم تا بساط غذا رو برپا کنم. بچه ها عصرتون بخیر. ببخش خیلی ها بچه ها پیام میدن میگن علیرضا روزمرگی تو بذار توی این روزا، استوری بیشتر بذار. خدا وکیلی هیچ چیزی نیستش. ببینین بیابون خالیه بدون هیچ جذابیتی، و خیلی خوشحالم که تو این زمان و این فصل این مسیر رو رد کردم. تنها سایه که تونستم پیدا بکنم غیر از حالا این درخت گزی که این پشت داری میبینین زیر این پل هستش که محل گذر هست دیگه. بساط اینجا پهن میکنم، یک دو ساعتی استراحت میکنم و یه غذای چایی ردیف میکنم و بعدم انشالله یک مقداری وضعیت باد نگاه کردم روی نقشه ها ساعت 4:30 باد کمتر میشه، انشالله مسیر رو ادامه میدم. با اینکه جت بویل دارم و تو این باد به راحتی میتونه آب و جوش برا غذا اوکی بکنم، کامل چرخ یک ست باید بستم خدا خیره آی دیانتی رو بده با این پکای جدا کننده وسایل همه چی بسته بندی شد و به راحتی تونستم این رو پیدا بکنم. توی بند و بسات های پخت قهوه بود. این پشت آتیش روشن کنیم و چای رو بار بذاریم. لازم نهار رو در بردم، خود کپسول و تانکش هست ولی اون بویلرش نیست. ای خدا خدا من زیر کدوم که وسایله بعد باشم درش بکنم. بچه هایی که زیاد با این سیستم ها آشنایی ندارن، این جت بویلا برای توی ارتفاعات خیلی عالیه،
به این خاطر رو حساب فشاری که گاز میاد بیرون خیلی سریع میتونه آب رو جوش بیاره یا غذا رو آماده کنه. از سه دیگه هم تشکیل شده، اون قسمت سریع هست، اون قسمت وسطش که شعله افکنش هست، پایین هم که حالا گازی هستش که به تمام کسرای کوبا و مشابه اون میخوره. اگه این باد گذاشت با یه دقیقه بشینیم بمیکنم آبم جوش اومد و بله یه وقت دم کردن چایی هست. فعلا خاموشش کنم چایی رو بخورم، نیم ساعت بعد برنامه نهار رو اوکی میکنیم. بالاخره چایی دم کشید بچه ها، یه چایی خیلی خوش رنگ و لعاب، این چایی لذت داره. بازوزای دست و پا و ای خدا بفهم چایی سلام ما دست دست بخاره بچه ها خب مرسی پول عزیز به خاطر سایه‌ای که دادی جمع جمع کنیم زباله ها بطری های خالی وضعیت دست و اینکه دارد بیر از چند عکس و یادگاری جایی کرد برجازی سحنه بسیار زیاد باید و جایی از رد باید تا بسیار جاده هست. خوبیش نگه دیگه چون لاستیکا تو کنه هست که خیال هم باید پنچه این چون از هم راحت. یعنی بچه دور این میکروفون رو بستم وگرنه یک صدای وحشتناکی به گوشتون میرسید. یه تابلوی داریم که میگه که از پاسارگاه تلاش 210 کیلومتر دور شدیم، دنبال یه جایی میگردم که یک غذایی بخورم، یک آب جوشی درست کنم، یک چایی بخورم و یک چند ساعتی هم استراحت کنم تا باد کمتر بشه. چه منظره ناراحت کننده هستش، آدم حاشیه جاده ها میبینه، به کرات هم میبینه، یعنی قدم به قدم متاسفانه چه منظره حاشیه جاده آدم میبینه. بچه اون برجی که اون بالا داری میبینین اگه یادتون باشه صبح که داخل قلعه بودیم گفتن که 20 کیلومتر جلوتر مزدار خواب 4-5 فرسخ جلوتر یه دونه برج دیگه هستش که حالا اگر خطر یه چیز قلعه رو تهدید بکنه خبر میدن. این همون برج هست و قلعه رو اگر من بتونم زوم بکنم پشت اون کوها هستش که از این طریق به هم دیگه خبر میدادن و خطر دشمن و اینجور مسائل رو رفع میکردن. اگه یادتون باشه بچه ها پایین تر یک تابلو قهوه‌ای بود که یه جوابی رو نوشته بود که وارد مهد تمدن میشیم. سوال اینجا این هستش که آیا میدونید در حال عبور از دروازه کدام تمدن هستید؟
ابتدای استان فارس هست. تابلوی اونجا زده بودن که نشان به استان فارس مهد عاشقان ولایت و اینجور چیزا خوش آمدید. دیگه نگفته تمدن، شعرا، ادبیات. این تابلوها رو گفتم بهتون نشون بدم. بچه‌ها توی این چند قدم دیگه وارد استان اصفهان شدم و همینطور که در می‌بینی ابتدای حوضه استفادی راهداری استان فارس هست. من دیگه وارد استان اصفهان شدم. بچه استان فارس به انتها رسید و همینطور که در می‌بینی اینجا دیگه از این به بعد حوضه استفادی استان اصفهان هست. به امید خدا فردا شب میرسم شهرضا و یکی دو روز بعدش نهایتاً تا سه روز دیگه به امید خدا اگه عمری باشه به اصفهان میرسم. بچه جایی که شب باید اتراق بکنم از دور داره دیده میشه، حدوداً 7 کیلومتر دیگه فاصله دارم بهش و ساعتم حدود 6:30 میرسم به امید خدا. برم بشینم اونجا چایی بخورم، خستگی در بکنم و ادامه مسیر. بچه ها همینطور که میدونین توی این مسیر 1000 کیلومتری تنها درآمد من برای تأمین هزینه‌های این پروژه تبلیغات هست. با توجه به گستردگی که بچه ها توی پیج دارن، خوشبختانه تبلیغاتی که بچه ها میدن اکثرا بازده خوبی داره. همه نوع تبلیغی هم شما اگر صاحب بزینسی کار کسبی هستین میتونین انجام بدین و هیچ مشکلی از این نداره، البته موضوع غیر مرتبطی نباشه. در مورد قیمتش هم با توجه به شرایطی که الان پروژه هست تا جایی که بتونم باهاتون راه میام خواهش که ازتون دارم این هستش که از این راه به ادامه و پیشرفت پروژه کمک کنید. دمتون گرم. نمیتونم بچه آستین بلند رو تحمل بکنم، یه مقداری به خارش افتادم. یا خدا پستی دو روز دیگه به خاطر سرطان پست اینجوری اینه این کلاجا به بخش راه برم فکر میکنم متعادل بشه، چون زیر سفیده این بالا اینجوریه. یکی هم کمی از این نداره. مرد آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید. خدا وکیلی بچه ها چه لحظه فوق‌العاده ایه. یک روز خوب و خوش سر گذاشتی و امروز هم روزی شد موفق از موفقیت های دیگر. واقعا این دم غروبا نمیدونم چه حالی داره، خیلی حس فوق‌العاده ایه. مخصوصا موزیک خوبم گوش بکنی و خدا وکیلی این حال الان تقریم تک تک. بچه آفتاب داره میخوابه کم کم، همطور که داری میبینین چه غروب زیبایی هم هست اینجا، جاتون حسابی خالی. اون روبرو هم اون درخت ها رو اگر ببینین جایی هستش که بودن 4 کیلومتر دیگه جلوتر هست و میرم به سمت کاروانسراش که یه کاروانسرا شاه عباسی هست، تقریبا 6 فرسخی کاروانسرای ایزد خواست. همطور که میدونین توی سفر کاروانسران بهتون گفتم که شاه عباس اون زمان اصلا کلن اینجوری بود که هر 6 فرسخ یه دونه کاروانسرا درست میکردن، حالت منزل به منزل میشد که کسایی که در طول روز میخواستن پیاده روی کنن و سفر کنن دیگه زیادشون فشار نیاد. هر چقدر من به این غروب نگاه میکنم دلم نمیاد، میخوام وایسم قشنگ بره پشت کوه و حرکت بکنم. جذاب لعنتی چقدر دوست داشتنیه. 1/10 اون رنگ و زیبایی که من دارم میبینم رو الان نمیشه با دوربین منتقل کرد، اما واقعا زیباست. تقدیم به همه شما با عشق.
جاده مقداری بچه ها خطرناک شده چون هوا داره تاریک میشه. چرا این گوشی اینقدر روشن نشون میده؟ به خدا اینقدر هوا روشن نیست. اون روبرو یک ساختمان آجوری هست، اگر ببینین دقیقا رو بسر تصویر، اونجا کاروانسرا هست، حدود 1 کیلومتر فاصله داره. از همین خاکی یواش یواش دارم میرم جلو. اگر دنبال موزیکای خوب، متنای خوب یا کلن حال خوب هستین، یه پادکستی هست بچه ها، پادکست رادیو دیو. آره دیو، همون دیوی که دیو سفید و شاخدار و اینا، برسی پادکست رادیو دیو. اپیزوداش فوق‌العاده عالی هستش. یه اپیزود داره همچون سنگ غلطان که در مورد سفره، اون که دیگه فوق‌العاده است. مثل دیشب بچه ها 100 متر جلوتر یه مغازه‌ای هستش که قهوه داره با کوک، یه نوشابه خنک پپسی یا کوکا با یه نوع قهوه داغ. خستگی این پاهای امروز رو حسابی چیز میکنه. و اون جلو هم که کاروان سرا. بچه آبانبار امین‌آباد هست و اون روبرو هم که کاروانسرا. تقریبا شده نیم ساعتی هست بچه نشستم روبرو هم کاروانسرا، دیگه انرژی رفتن به اون برو ندارم. واقعا مشخص هست شروع رو باید کلی آدم داخل بشه. فهمیدم بچه ها چرا حسم نمی آمد که برم داخل. کلی آدم از این آدم های کچلواری پوشه بدون خاصیت بیفایده آمدن اونجا مفخوری و مفبری، برای هم بود که اصلا حسم نمی اومد که برم داخل. وایسم اینا برن تا بعدش برم داخل. خونم درد گرفت دیگه، برن. هنوز وایسادن دارن نهایت بهره رو از آب فشان میبرن. حمله بران حرم انجمن، گوشت کیلوی 150 تومن، یخ زده 100 تومن، مفت خدای حرم انجمن، گوشت کیلوی 150 تومن، یخ زده 100 تومن. چه عکس یادگاری هم میدونم بر خودش. اینجا هم صحنه داخل کاروانسرا هستش، کاروانسرای عباسی، اولین کاروانسرای 8 ضلعی هستش توی استان اصفهان که زمان شاه عباس ساخته شده و اومدن مرمت کردن به عنوان هتل و رستوران و اینجور مسائل دارن استفاده میکنن ازش. خیلی شیک و درست بازسازی کردن. هزینه اقامتش بچه به جیب ما نمیخوره، 300,000 تومان هست و بریم یه جایی رو به عنوان کمپ و چادر انتخاب کنیم. این هم بچه ها فضای بیرون کاروانسرا هست و اینکه که خدا شکم ها رو نگاه نیمه جلوتر هست. خب بریم، پولی که قرار هست بریم اینجا بدیم و بریم 4 تا کباب بزنیم و حال کنیم. خب بچه یه رستوران پیدا کردم، اون بر که همش سوپر و اینا هستش رستورانه، ولی ترچی پرسجو میکنم جایی غیر از کنار کاروانسرا پیدا نمی کنم برای اقامت. شام بخورم و برم همونجا. بچه بفرمایید شام بخوریم و بریم بیافتیم، خیلی خسته. بچه پشت همین رستوران یک صاحبش پیرمرد
خفن از این داشمشتیه با آل. بهش گفتم رئیس کجا؟ اینجا میشه چادر زنه. گفت چرا چادر؟ بیارو تختا بخواد شب. گفتم نه قول باید رسی دمت کرد دست دره کنه. گفت برو هر جا عشقت میکشه این دوبر بزن خیالتم راحت راحت باشه. حالا دارم به فکر میکنم اگه یک دو تا درخت نزدیکتر پیدا میکنم ننا وصل میکردم، ولی نه، اینجا یه جایی چادر رو بزنیم بکپیم از خستگی. خب بچه حقیقت شو بخواین کنار رستوران خیلی دستشویی میداد، اصلا حس خوبی هم با آدم نمیداد، برای همین اومدم همین اطراف قلعه یک جور موقعیت نمایی بکنم که صبح کله فلان آفتاب اذیت نکنه و اینکه همینجا بخوابیم. رفتم داخل اجازه بگیرم، طرف گفتش که آقا مار هست فلان هست نمیشه، سعی کرد به حال هرجوری شده یک اتاق امشب به ما بفروشه. بهش گفتم قربت ما همیشه تو بیابونیم، اینجوری زیاد اهمیت نداره. حالا یه جانمایی بکنم و ببینیم چه میتونم بکنم. فضای خوبی هست بچه این اطرافش برای چادر زدن، مخصوصا این قسمت. حتی اگر میتونستم یک مقداری از جاده دور بشم که سر و صدا شب کمتر اذیت بکنه خیلی بهتر میشد. پشت رو هم برم یه نگاهی بندازم. آخه مشکل این هستش که کاروانسرا رو دقیقا وسط دوتا جاده قرار گرفته، اونور لاین به سمت اصفهان هست و این سمت هم لاین به سمت خدمتون عرض کنم شیراز. چراغ مراقا که احتمالا نیم ساعت دیگه که این مراسم بخور بخور تموم بشه خاموش میشه و دیگه این که برم چرخی بزنم، دقیقا جای ساکت میخوادم شب. ای جان عجب خواب باصفایی بشه. چادر مادر رو بس کردم، اینا فهم کنم برقاشون رو خاموش کنن اطلاع شب بیفتم یه استراحت راحت تا فردا صبح. خب بچه ها با اجازتون ساعت 11 است، ممکنه باورتون نشه من تازه الان مستقر شدم در کنار این قلعه زیبا و کم کم برم برای خواب و استراحت. شبتون بخیر که خیلی خستم.